صبح بخیر. سلام، صبح بخیر. ناشتا تیار است؟ نه من میرم، چیز دلم نمیشه. چرا؟ کجا میری؟ گوش کو گفتم. آه دخترم، مادرت خیلی تغییر کرده. فقط به خاطر که سایه مادر از سر تو کم نشه ما رو تحمل میکنم، اما فکر میکنم حال وقتش رسیده که گپم رایش یک طرفه کنم. همه چیز خوب است؟ خوبه. میفهمی؟ ما فکر میکنم ما باید با هم گپ بزنیم. درباره چی؟ درباره خود ما. درباره زندگی ما. حالا نمیتونم، پس که آمدم باز گپ میزنیم. یعنی چی؟ گوش کو! گفتم کجا میری؟ گپ نمیفهمی؟ ببین تاریکیست. دهی وقت شب کجا میری؟ گفتم جای رفتن دستم ایلاکو. گفتم دستم ایلاکو. ایلاکو. اینجا افغانستان نیست. هر وقت خواستم میتونم بیرون برم. خدایا من چی میکنم؟ چطور میتونم به شوهرم خیانت کنم؟ چطور میتونم قامت بلند پدر و برادر خدا از شرم خم بسازم؟ من اینقدر پست شده نمیتونم. خدایا مرا ببخش. چی ها روزهایی کم رای تو داشتم، چی رویاهایی که با این دیما به سر داشتم، تمام شب به خاک یکسان کردی.
ما همیشه کوشش کردم که آرزوی تو را برآورده بسازم. هرچی گفتی من با خاطر خوشی تو انجام دادم. گفتی خارج بریم، من تو را گرفته خارج آمدم. و حال از وقتی که خارج آمدیم از هم بیگانه شدیم. مثل دو شخص بیگانه با هم زندگی میکنیم. تو تغییر کردی شبنم، تو دیگه شبنم من نیستی. تو هنوز نخوابیدی؟ اگر میخوایی میتونیم حالا با هم گپ بزنیم. تو اول میخوایی چیز بگویی یا من شروع کنم؟ خب رو مشروع میکنم. یادت هست وقت در کابل خانه ما خواستگار روان کرده بودی؟ او وقت من تو را هیچ ندیده بودم. تو را نمیشناختم. نمیفهمیدم که چه قسم هستی و چه قسم نیستی، ولی تو مرا هم دیده بودی و هم میشناختی و تصمیم گرفتی امرای من ازدواج کنی و پدرم بدون اینکه از من پرسان کند دست من به دست تو داد. هیچ کس از من پرسان نکرد که من چی میخوایم، آرزوهای من چی هست، شرط من چی هست. فقط مثل یک ایوان بزبان دست من به دست تو دادن و روانم کردن. میفهمی زندگی کردن با یک شخصی که نمیخوای امروی زندگی کنی چقدر سخت است؟ نمیفهمی. ایره فقط کسی میفهمه که ای کار به حق شده باشه. بالاخره تا به کی؟ دخترها هم دل دارن، آرزو دارن، مگم هیچ وقت خواست اونا پرسیده نمیشه، رضایت اونا در نظر گرفته نمیشه. چرا؟ من میخوایم آزاد باشم، آزاد زندگی کنم، هر کار دلم خواست انجام بدم. پس تو تصمیم خودت گرفتی؟ بله، بعد از بسیار فکر و دقت تصمیم گرفتیم که شبنم همه چیزا برام گفت.
و از تمام کارهایی که انجام داده بود پشیمان بود. تحمل کردنش با ما آسان نبود. اما یک لحظه غفلت میتونه زندگی ما را بر همیش تلخ بسازه و خوشی های ما را بر همیش از ما بگیره. شبنم قول داد که هیچ وقت به ما خیانت نمیکنه و از ما هم قول گرفت که زندگی دختر ما را بدون مشوره خودش رقم نمیزنیم و نمیگذاریم کوتاه زنده است زندگی را زندگی کنه که ما برش تحمیل کرده باشیم.